سلام دوستان، به کانال باید بدانیم خیلی خوش اومدید. در این برنامه از باید بدانیم به حمله پانتئاب پناهی ها به انسی خزعلی میپردازیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کلیک کنید. حواشی صحبت‌های مسئولین به ویژه در خصوص مسائل زنان این روزا بعد از خیزش سراسری در کشور صدای هر کسی رو درآورده و هر تریبون و شبکه‌ای که این روزا پیدا می‌کنند مسئولین شروع می‌کنند به تخریب افراد مشهور و هر استوری برای اونها حکم بازداشت و هر اعتراضی به اعدام محکوم میشه، اتفاقی که بارها در این 4 ماه شاهد بودیم. انسی خزعلی رو میشه یکی از این مسئولینی دونست که بارها مورد هجمه و حمله مردم و افراد مشهور قرار گرفته و تا صحبتی انجام میده بلافاصله با واکنش از اهالی هنر روبرو میشه. معاون امور زنان که حواشی مهاجرت فرزندش در آمریکا و فروش وی پی ان در ایران با انتقادات بسیاری روبرو بوده، همچنان هم در مسئولیت خودش باقیه و همچنان با ادبیات عجیبش در مورد مسائل مختلف اظهار نظر میکنه. تا جایی که چندی پیش در خصوص فرزندش و در واکنش به انتشار این خبر بدون اینکه به محل حضور فرزندش اشاره کنه در توییتر خودش نوشت پسرش برای پشتیبانی از یک مجموعه دانش‌بنیان به سفر رفته و در ماه‌های آینده برمیگرده. او مدعی شده بود که بسترسازی برای تقویت فعالیت‌های دانش‌بنیان جاری در کشور برخواسته از تعلق به وطن و مسئولیت پذیریه. خزعلی در توییترش نوشت پسرش به همراه تعدادی از دانشجویان کامپیوتر و برای پشتیبانی از یک مجموعه دانش‌بنیان در قالب پروژه کاری به سفر موقت رفته. انسی خزعلی همچنین در صحبت‌های دیگه‌ای گفته بود قصد داریم آمار وضعیت بهتر زنان ایران نسبت به آمریکا را منتشر کنیم. او افزوده بود امید به زندگی زنان ایران بین کشورهای منطقه فوق‌العاده است و باید اینها را اعلام و پرسید که چرا کشورهای دیگه نمیتونن چنین شرایط مناسبی رو فراهم کنن. پیش از این نیز برخی رسانه‌های خارج از کشور مدعی آزار و اذیت جنسی زنان بازداشتی در جریان اعتراضات اخیر هم شده بودند. اما حالا با وجود گزارش‌های متعدد و خبرهای معتبر از تعرض و تجاوز جنسی ماموران امنیتی به زنان در هنگام بازداشت و بازجویی، انسی خزعلی معاون رئیسی در امور زنان گفته ابداً چنین ادعاهایی که در رابطه با تجاوز به زنان مطرح میشه صحت نداره. او این گزارش‌ها رو جعفسازی و دروغ و افترا خونده بود. حالا اما در یکی از صحبت‌های اخیرش در خصوص انتشار مطالب در فضای مجازی که به تشویش اذهان عمومی بدل میشه و باید قوه قضاییه برای اون احکام تازه‌ای منتشر کنه با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شد. همین صحبت کافی بود تا برخی هنرمندان به اون حمله کنند و پانتئاب پناهی‌ها یکی از بازیگرانی بود که بلافاصله با انتشار این استوری در پاسخ به خزعلی نوشته یکی نیست خزعلی رو ساکت کنه؟ تشویش اذهان عمومی جرمه؟ این زن هر چند روز یه بار داره این کارو میکنه، هیچکی همکاری باهاش نداره. تبعیض تا این حد؟ در این روزهای پرآشوب اعتراضات در کشور، بسیاری از هنرمندان مختلف از مردم و خیزش سراسری حمایت کردند و با انتشار متن‌ها و اعتراضاتشون نسبت به سرکوب معترضان معترض بودند و همین موضوع باعث ممنوع کاری، ممنوع خروجی و همچنین بازداشت برخی هنرمندان هم شد. پانتئاب پناهی ها که این روزها نقش آفرینیش در فیلم آفرود و سکانس بر سر زبون ها افتاد. حتما نن آقای نفس یا شربت رو در مجموعه شهرزاد به یاد دارید. پانتئاب پناهی ها از جمله کسانی بود که فعالیت های هنریش رو از سینما شروع کرد و بعد به تئاتر کشانیده شد. اولین بار حسین کیانی از او برای بازی در یک نمایش استفاده کرد. تجربه و مهارتی که در تئاتر به دست آورد باعث شد در سال 1392 با قدرت به سینما برگرده. پانتئاب پناهی ها از جمله بازیگران دغدغه‌مند سینمای ایران بود که در انتخاب نقشاش حساسیت بالایی به خرج میداد و کیفیت فیلمنامه براش حرف اول رو میزد. خانم بازیگر دوست داشتنی سینما این روزها به شدت از منتقدان سرکوبگران و حکومت تبدیل شده و بارها با انتشار متن‌ها و استوری‌هاش باعث حواشی زیادی هم شده. خانم پناهی ها در پاسخ به صحبت‌های جنجالی اسماعیل قاآنی که گفته بود
در ایران اینقدر سر و صدا رو انداختید و ما دهانمان بسته بود، چون مسئولان امر در میدان بودند. همه ی انرژیتان را از سراسر دنیا جمع کردید. این بالای شهر تهران یک زن با شرف رو نمی‌بینید که غیر محجبه باشه. حالا بعد از این صحبت‌ها که با واکنش‌های بسیاری از سمت مردم و هنرمندان مواجه شد، پانتئا پناهی‌ها با انتشار این استوری در پاسخ به این فرمانده سپاه نوشته: چی میگه این آقا؟ کاش میشد یه جایی شکایت کرد. کاش کسی پیدا بشه بگه آقا تشویش اذهان عمومی جرمه. برای شما نیست. توهین نکنید. چون غیر محجبه ها اعاده ی حیثیت هم نمیتونن بکنن. قانون ما برای عده‌ای خاص اجرا میشه، نه عموم مردم. خانم بازیگر همچنین چندی پیش با انتشار این استوری نوشت: هر روز از دنیای مجازی و آدم‌های مجازیش بیزارتر میشم. همین روزاست که هر کی بی نام و نشونه، بی اسم و فامیله از تو صفحم پاک کنم. بیاییم واقعا با این بدصفت‌های زیر سایه بی‌هویتی مبارزه کنیم. من که به محض وقت پیدا کردن این کارو میکنم. مبارزه با بی‌هویتی. فالووری که معلوم نیست کیه، به چه درد میخوره. خب دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.